همیشه لباس سال جدیدم و از طراحهای ایرانی میگیرم، یه طراح انتخاب میکنم، یه سری دارم واقعا سلیقه‌شون خیلی به من نزدیکه. مثلا این کار دستی که روش انجام میشه واسه من خدای ارزش داره. مثلا سوزندوزی، من امسال خیلی تو برندهای دنیا ما دیدیم سوزندوزی و من از یک خانومی که سوزندوزی توی بلوچستان بودن و از ایشون حمایت کردم، بهشون کمک کردم، پیج ساختن، تلگرام ساختن. از این لحاظه که میگم با ما باید به حتی توی روستاهامون، جاهای دور افتادهمون هم اینو ببریم. این خانم الان سفارش های خیلی، چون سوزندوزی بسیار کار سختیه، الان سفارش های خیلی خوبی دارن از طراحایی که من بهشون معرفی کردم. مانتوش تو مانتو به کار رفته اون کاراشون، بدون اینکه یک شاهی من ازشون بخوام هزینه دریافت کنم، چون عشق میکنم از اینکه میبینم اون طرف میتونه از طریق اینستاگرام، از طریق فضای مجازی خودشو معرفی بکنه. یا اینکه مثلا یه پروژه رو انداختم، گفتم طراحای محترم دیگه فکر میکنن کارشون حرف واسه گفتن داره، واسه من کارشون رو بفرستن، من هزینه دریافت نمیکنم. بونزلفی جزء برند واقعا خانم اسم شریفشون خاطرم نیست، پروانه جان، آها، ایشون واقعا حرف واسه گفتن دارم، من کارای ایشون رو بدون هزینه تبلیغ کردم و افتخار کردم به این قضیه. خب تو این جایگاهی که هستی، تو جایگاه بلاگری، چجوری از اون طرحهای خوب حمایت می‌کنی؟ من اینو دارم. خب من گفتم من یه پروژه رو انداختم، گفتم من یک از این به بعد برنامه، از این به بعدم این برنامه ادامه داره، کسی بیاد به من بگه که من نگاه بکنم ببینم این واقعا باید دیده بشه، واقعا حاضرم بدون هیچ چشم داشتی حمایتش بکنم، همونطور که تا الان همین کارو انجام دادم و تبلیغش رو کاملا انجام بدم و معرفیش بکنم، چون مخاطبش رو پیدا بکنه از طریق من. حالا چیزی که من، نه اینکه حالا من فری میام این کار میکنم، چون من واقعا میگم حالا به نسبت مشغله های زندگی خودم میام میگم که واقعا نمیتونم برای 100 تا طراح مختلف فری برم عکاسی کنم، چون واقعا زندگی منو هر روزی که میرم عکاسی تحت شعاع قرار میده. به هر حال شغل خب اعتبار آره. ازش درآمد. نه نه خب این داستان سر 100 مورد که نمیتونه تکرار خب بشه. کاری که من الان تو ذهنمه واقعا میخوام انجام بدم، من الان توی پیج خودم بعد فهمیدم شقایقم داره تو وبلاگش این کار میکنه، معرفی طراحا به طراحایی که واقعا دوستشون دارم، گفتم عکس بفرستین برام، یه بیوگرافی بفرستین. من نیلوفر 17 ساله میخوام برم دانشگاه طراحی لباس بخونم، بدونم کسایی که طراحن برند دارن از کجا شروع کردن، چی خوندن، کاری که هم به نفع طراح هم به نفع مخاطب منه. فکر میکنی یه روزی میرسه که ما هم بتونیم مثل گوچی من آره دارم. و این ببینین همین لینکیه که باید بین بلاگر و طراح به وجود بیاد. ببینین کم نیست، ما داره مخاطبام میره بالا 100 کا 200 کا به میلیون میرسیم، و وقتی به میلیون میرسیم یعنی کشورهای مختلف دارن ما رو دنبال میکنن. الان خود من از حالا امریکا، از عربستان، از آمریکا، خیلی از من رتبه یک دوستم همینه، ایران، عربستان و آمریکاست. مثلا یکی از دوستان من نیوشا توی ایتالیا کار میکاپ انجام میده که برای حالا دختر نمونه ایتالیا کار میکاپش با این بود، همین دختر شایسته، همین بولیزی که من میگم از برند زی بود پوشیده بود و اونجا اصلا تونسته بود آره زی نمیدونم چی اسمشو یادم نمیاد، نه زیبو نه، اونجا خیلی مثلا گفتم وای چقدر ببینید خیلی قشنگه که حروفای ایرانی، شعرهای ایرانی بیاد. من چرا عاشق کارای خلعتم، خیلی هم دوست داریاشو دارم، همون دنیا هم دیده میشه. خب همین دیگه. خب دیگه الان سال گذشته، الان یکی از طراحایی که من واقعا قبولشون دارم کیمیا زردخت هستش که الان دارن سوزندوزی بلوچستان رو ترکیب میکنن با مانتوهاشون. من خودم با اینکه مزون حضوری ندارن توی تهران، فکر میکنم سمت چابهار باید باشه اون سمت، من ازشون آنلاین هم خرید کردم هم معرفیشون کردم خیلی وقت پیش، خیلی دوست دارم باشون همکاری داشته باشم. این و میدونم که توی فلورانس اگر اشتباه نکنم کارهاشون رو به نمایش گذاشتم و با استقبال خیلی خوبی هم مواجه شدم و برای زنای بلوچ رفتم. چقدر واسه زنای بلوچ این تونست درآمدزا باشه. این تفاوت ها خوبه، این خوبه که من بتونم آقا اینو ترکیب بکنم با چیزی که توی دنیا داره اتفاق میفته، مثلا یه چیزی توی دنیا مده، من بیام اینو
میکس بکنم، تلفیقش بکنم. ما تو ایران، مشکل خود من مشکل حجاب بحث نیستش. با توجه به قوانین ایران، آره شما توجه قوانین ایران رو رعایت میکنیم برای خودم نه. خب اگر رعایت میکنم که الان حجاب میدونین بحث حجاب نه، خب توی پیج عمومی ببینید ما هنجار شکنی نمیخوایم بکنیم. من همون خود واقعی باشم. خب من خود واقعی وقتی میرم توی خیابون یک سری عرف وجود داره، حالا قانونه، من دارم اینجا زندگی میکنم، من چیزی رو نمیخوام ترویج بدم یا باش بجنگم که بهش اعتقاد آره. نداشته باشم. من همین شکلی هم توی پیجم هم همین شکلی هم، حتی یه موقعی بیشتر رعایت میکنم که که میدونین شما وقتی که 40,000 نفر مخاطب دارین که نمیتونی بگی همشون مثل تو فکر میکنن. من احترام میذارم به عقیده هر کسی و سعی میکنم بهشون این جایگزین آلترنتیو رو بدم که اینو واسه خودشون شخصی سازی بکنن، جلوی مانتور رو اینجوری ببندن، این روسری رو اینجوری بیارن جلوتر، یا بالعکس هر جوری که واقعا ترجیحشونه. آره ببینیم، ما میتونیم یه سری طراحیایی هستش که انجام بدیم، ولی من چون رعایت نمیکنم خودم، بحث با حجاب و بی حجاب نیستش، بحث قلبیه که خب مثلا یه سری چیزا رو دوست دارم که شاید عرف نباشه اونقدر، ولی من میتونم سلیقه شخصیمه و من همیشه میجنگم فقط با یه چیز، با هیچ قانونی نمیجنگم، با هیچ چیزی، هیچ اسمی مشکل ندارم. من بی حجابی هم بشه همینم، من با حجابی هم بشه همینم، من با چیزی که می جنگم فقط اینه که چیزی باشه که قلبم دوست داشته باشه و نمیخوام یه بار اگر زندگی میکنم خودمو محدود کنم. من خانواده پدری من فوق العاده خانواده مذهبی هستن و از خانواده های با اصالت، یعنی اصالتا تهرانی بازاری و فوق العاده مذهبی هستن، ولی پوشش‌هاشون خیلی قشنگه. مثلا من وقتی می‌بینم که دخترم من یه روسری گلدار مانتوی صورتی بالا، تشویق نمیشم به حجاب، چون حجاب یه چیز کاملاً اولی، من از دیدن زیبایی لذت میبرم. ببینین یه حبابی به وجود اومده که هر به خاطر اینکه ما عقب‌تر از دنیا هستیم، هر از گاهی مدتی یه حبابی تو ایران به وجود میاد. یه مدت طراح بود، یه مدت مدل بودم الان بلاگریه. قضیه اینی که یه حبابیه که نهایتا تا یک سال دیگه این میترکه. شما آره این حباب توی جمع نباشیمون هستیم، ما هممون توی این حبابیم و این حباب این چیزی که از نهایت قلب هم میخوام، چیزی نیستش که من بگم. من کار بلاگری و قلبن یه بحثه، من آدمی هم که تو زندگیم آرزوهامو مینویسم و برای رسیدن به اونا میام هی مرحله به مرحله. نه خب تو ذهن و علاقه الان مثلا میگی خب شاید مثلا میخوام معماری کنم در نه من کار معماری من کلا هر کاری که مربوط به آرت باشه انجام میدم. و بلاگری به خاطر این بود که من یه چهره شم و بعد از اینکه چهره شدم الان من دارم همزمان دوباره شروع کردم که شروع کنم دوباره بخوندن توی طراحی لباس. و من مینیمومم توی این دنیای فشن اینه که برند خودم بزنم و به عنوان یه بلاگر میخوام شروع کنم یه برندی خب بزنم. یعنی برای من خیلی رایجیه ها توی دنیا که البته، ولی فکر کنم این نهایت آرزوی قلبیه میتونه یه بلاگر باشه. پیش بره راجع به رقابت رقابت هم میکنیم میدونی چرا سر کاه فالوورمون بودی؟ نه اصلا اتفاقا وقتی که ما آشنا شدیم نیلوفر از من خیلی فالوورش پایین تر بود، الان که از من خیلی بالاتره. میدونین چرا؟ چون نیلوفر واسه یعنی خودش بود، خب خودی بودش که ممکن بود خیلی از آره، بچه‌ها منو هول دادن واقعا درکش نکنن. بعد من حالا اینجا جای والو خالی، اگر والو بودش منو والو واقعا سعی کردیم به نیلوفر چیز واقعی که میگفت من میخواستم بیام بیرون از چارچوب خودم، ما اومدیم اون بیشتر آره بچه‌ها منو خیلی هول دادن واقعا. من یه تایمی خیلی چیزا، من مثلا اصلا نمیتونستم کیف و کفش زارا بندازم، اصلا نمیدونم یه چیزایی برای خودم حکم کرده بودم. و بچه ها هیپون بابا نیلوفر حالا اینا رو بپوش یه خورده هم رنگ تر میرفتیم باش. یه اتاق داره نیلوفر که اتاق لباسشه، ما مثلا یک چیزی میپوشید و میگفت نظرتون چیه، بعد ما تا همه اجزاشو تغییر نمیدادیم نمیگر یه چیز دیگه میشد. اصلا رقابتی در واقع به هم کمک، ما خیلی هم دیگر نمیکنیم. من شده 10 شب زنگ میزنم به غزاله که مثلا غزاله کاشکی فلان کار، کاشکی اینجوری، خیلی اوائل راحت میشدم چون من هر چقدر نیلوفر مثلا روکو مثلا محکم حرفش میزنه، من همه سعی میکنم مثلا دوستانه و تو لفافه و اینا، بعد نیلوفر من شوک می شدم.
آره من میشم مثلا این عکسات خیلی مثلا بعد این عکسو دوست دارم. غزل تو استعداد داری تو فیلم ساختن. من همیشه میگم من ویدیو از خودم میگیرم تو کانال تلگرامم میذارم چون هنوز نمیتونم بذارم تو اینستاگرامم، ولی غزل هم میگم ببین تو صورتت حرف میزنه با مخاطب، چرا ویدیو تو اگر همیشه بهش میگم تو اگر ویدیوهاتو مستمر میساختی الان 100K حداقل بودی. سخته میدونی، نه که دوست نداشته باشه آدم، نه این خب ببینید مثلا این کار اصلا بلاگر بودن واسه چند درصد از خانواده جا افتاده. من واسه خانواده مثلا فوق تحصیل کرده من مگه چقدر قابل قبوله که دخترشون که دانشگاه دولتی با رتبه فلان درس خونده الان به جای ادامه تحصیلش داره به این کار مثلا چی میگن میپردازه؟ خب ساپورت میخواد، خیلی طول کشید تا من تونستم واسه شون توضیح بدم که این کار اولا با مدلینگ متفاوته، دوما که من دارم تولید محتوا میکنم، آقا ارزشمنده، این فرق میکنه با چیزی که توی ذهن شماست و الان خدا رو شکر یک مقدارش ساپورته. منم این مشکل رو داشتم، من وقتی با خانواده من، پدر شوهرم خیلی منتقد منه در همه چی و وقتی براشون یه خورده حالشون خوب شد نسبت به کاری که من دارم میکنم، وقتی بود که من با لنکوم پروژه رو شروع کردم، بعد من عرق ملیم خیلی زیاده، جوری که یه آدم خارجی با من انگلیسی صحبت کنه من باید فارسی جوابشون بدم. خب من پدرشم همیشه منو نقد میکرد که این کارا چیه میکنی، زبانتو یاد بگیر، مثلا آینده چیز دیگه ایه. و وقتی دیدش که من با یه دونه کمپانی خارج از ایران و کمپانی که مطرحه، ببینید لنکومه کم نیست، دارم کار میکنم، حالش حاضر فهمیدن که نه میشه. چون من از تنها کسی که توی زندگیم نمیتونم تو روش در بیام پدر همسرمه، نمیتونم، تنها کسیه که در حد انفجار میرسم لبخند میزنم و میگم حالم بد میشه و نهایتا دو روز نمیرم. خیلی منتقدم و خیلی برام مهمه شخص خودش، چون به هر حال ما همیشه اون تایید رو داشتیم دیگه از جانب خانواده. میدونید خیلی تفاوت، نمیخواین اینا ناراحت بشن، نمیخواین ناراحت اینو از برام ناراحتی مهمه اینه که دوست دارم روی من ساپورت، من خیلی برام مهمه ببینن ارزش این کار رو. من اوایل خانواده‌ام در جریان نبودن، چون واقعا میگم اصلا یه چیزی کاملا علاقه شخصی بود، بعد فامیلای دورمون بهشون گفته بودن که غزاله رو به گوششون گفته. حالا ان شاء الله که کارا خوب بشه. مرسی، خیلی ممنون.